یه برنامه بشیم آقا. درود بر همه دوستان و یاران، امیدوارم که صدا و تصویر برای همه دوستان باشه. بعد من صدا رو یک چک بکنم، صدا هم خوبه. با درود به همه دوستان، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با برنامه 36 در خدمت کدبان آذرمهر هستیم با سه درخت یا موضوع برنامه. نخست اینکه میخوایم ببینیم چگونه میشه از دنیای چند قطبی در قدرت برای منافع ملی بایستی بهره ببریم. در بخش دوم برنامه نگاهی میکنیم که چرا ایران نباید پروانه پروازهای تجاری اسرائیل را از آسمان کشورهای منطقه را بدهد یا پروانه پرواز به اونها بده. در بخش سوم افشاگری دکتر فرید آموزگار رو از آبدزدی ترکیه در گفتگو با رسانه مهر و خبرگزاری مهر بررسی میکنیم. در خدمت شما کدبان آذرمهر گرامی هستیم. در امروز بگمونم دوشنبه هست که در خدمت شما هستیم. بفرمایید صدای شما رو داشته باشیم کدبان گرامی. با درود خدمت شما و مخاطبان گرامی شما. من نمیدونم حالا سرصدای کنار پنجره، من دارم برنامه اجرا میکنم، سرصدای خیابون ماشینای راهسازی دارن رد میشن، نمیدونم میاد یا نه، پوزش میخوام. پیش از اینکه بخوام وارد برنامه بشیم، من خیلی پرشتاب برم سراغ پرسشای مهندی که دوستان پرسیده بودن. یکی از دوستان برگشته و گفته بود که ما در حوزه آباد باید از چارچوب‌ها یا پلتفرم‌های هواپیماهای ترابری مسافربری هم استفاده کنیم، فقط به جنگنده F-14 یا پهپادها اکتفا نکنیم، که سخن درستیه، ما هم موافق هستیم و اتفاقا تو برنامه پرنده سیمرغ هم این رو گفتیم که براش گشت دریایی متصور شده، جمع‌آوری سیگنال و شنود، و میتونه این بحث هم مورد نظر باشه که به عنوان آواکس استفاده بشه یا بعدها در زمینه ساخت این هواپیمای 75 نفره منطقه‌ای که قرار کشور ما واردش بشه، یا یکی از ابر کلان پروژه‌های ملی که وجود داره جز اون 100 پروژه بزرگ، جز 10 تای اولش هواپیمای 150 نفره است، بعدها میتونه اون هم به عنوان یک چارچوب یا پلتفرم برای این حوزه استفاده بشه. دوستمون علی آقا پرسیده بودن که داستان سیلیکون و تراشه ها چیه؟ اینو یه خود ما توضیح بدیم. ببینید، انقلاب صنعتی یا در واقع اتوماسیون پیشه ها در زمان قرن 19 وقتی اتفاق افتاد، نخستین موجش انقلاب صنعتی در واقع دانش مکانیک بود. موج دوم که به رهبری آلمان آغاز شد دانش شیمی بود، و از تقریبا جنگ جهانی دوم به این سو موج سوم دانش الکترونیک بود. البته خب اینا همگام با خودشون دانش‌های دیگه‌ای هم داشتن، مثلا در همین حوزه عصر اتم هم آغاز شده بود، عصر فضا هم آغاز شده بود، عصر پیشران‌های جت هم آغاز شد، و هر کدوم از این دانش‌ها اومدن دانش‌های دیگر رو از اهمیت ننداختن. دانش مکانیک همچنان سر جاش بود و الکترونیک، شیمی. اینا الان آخرین موج صنعتی شدن در واقع بحث دیجیتال شدن و هوش مصنوعی هست، و خب میدونید اولین رایانه‌ای که ساخته شده بود حجمش به اندازه ساختمون بود، چون کابل و اینها درش به کار رفته بود. پس از اون ترانزیستورها اومدن، این حجم کوچیک‌تر شد، بعد آی سی ها اومدن، و الان در واقع تراشه ها اومدن، و این تراشه ها بر اساس سیلیکون پایه هستن، از ماده‌ای که در شیشه ها هم استفاده میشه، بخاطر این بهشون میگن تراشه. و شما اگر ببینید بزرگترین شهر در واقع کارآفرینی ایالات متحده دیگه دیترویت ایالت میشیگان که شهر خودروسازیش بود نیست، دره سیلیکون یا سیلیکون ولی هستش که گوگل اونجا دفتر داره، یوتیوب اونجا دفتر داره. و تو اون برنامه من منظورم اینها بود که الانم سخنان وزارت دفاع رو در سال روز در واقع صنعت دفاعی ببینید تو این حوزه، که حتی میگن ما بازار صادراتی بزرگی داریم، یا چند وقت پیش از اون در واقع ریاست
سازمان سائیران رو که دریادار رستگاری از صنایع دریایی، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع اومدن مسئولیت سائیران را از تیمسار شهرام گرفتن، ایشون رو هم وقتی که محصول ای سی یو که برای خودرو داشتن طراحی میکردن این رو اومدن گفتن، و ما از اینجا متوجه میشیم که شاید به صورت تمام صنعتی نه، ولی برای اینکه به صورت نیمه صنعتی جوری که به قول معروف نیاز بازار ایران و صنعت ایران رو بخواد پاسخ خوب باشه، ما تولید تراشه ها رو در کشورمون داریم. دوست دیگری به درستی با ادب کامل و بسیار مسئولانه نقد کرده بودند در مورد اون میزان بارش ها که فرمایش ایشون درست هست، ولی اصل مطلب رو زیر سوال نمیبره. در واقع ظرفیت و داده های جوی کشور ما اونقدر ما ثروتمند نیستیم نسبت به اروپا یا حالا آلمان. با این وجود ما تو خیلی از بخش های کشاورزی خودکفاییمون بیشتر از آلمان. این بحث رو میخواستیم بگیم. حالا وارد خود برنامه میشیم. ما سالیان گذشته توضیح داده بودیم که دنیا داره به سمت چند قطبی میره و امروز همه دارن این رو اعلام میکنن. حالا که این بحث اعلام شده باید بهش بپردازیم که خب حالا که ما توی شرایط چند قطبی هستیم چجوری باید از این شرایط بین المللی برای منافع ملی خودمون استفاده بکنیم. پیش از اینکه وارد این مقوله من بخوام بشم، یه مسئله ای رو من بخوام یادآور بشم که ما تو جنگ رسانه‌ای هستیم، به درست دوستان اعلام میکنن تجاوز رسانه‌ای هست و توی این شرایط یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق چی بوده؟ فسادی که در فولاد مبارکه بوده که میگن 90 تریلیون تومنه. من میخوام در مورد این موضوع توضیحاتی رو بدم. ببینید در اینجا دو تا اتفاق جالب میفته. نخست اینکه سیستم خودش میاد این موضوع رو اعلام میکنه، مچگیری میکنه و البته بدسلیقگیایی هست، در مورد اونم بحث داریم. و هیچ جا تو دنیا اگر شما یه فسادی بگیرید منجر به این نمیشه که آقا همشون دزدن. پس سیستم فاسده. میگن به به یه چنین فساد درشتی رو گرفتن، طرف همه مسئولین دولت قبلی بودن، تعارفی هم ندارن. ولی اینجا دشمن میاد سوار میشه توی این مسئله رسانه‌ای و انگشت اتهام میبره به سمت چیزی که باید بهش جایزه داد. آقا این سیستم از بالا از سر تا ذیل فاسده و همه با همدیگه دارن میخورن. خب اگه همه با همدیگه دارن میخورن که همدیگه رو لو نمیدن. مسئله بعدی که وجود داره اینجا اینه که یه بدسلیقگی که ما انتظار نداریم مجلس انقلابی آقای قالیباف این رو انجام بده، احساس میشه یه خود دعوا حزبی بوده و یک کمیسیون تخصصی در مجلس وقتی که این فساد رو میاد میبینه بعد دستگاه قضا معرفی کنه، اونجا مشخص میشه چه میزانی صحت داره و بیاد اعلام بشه. ببینید 90 تریلیون تومان خیلی رقم بالاییه. شرکت فولاد مبارکه یک در واقع صنعت زیربنایی و پایه‌ای کشور هست و 200 تا حالا کم و بیش شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های در واقع متوسط کشور باش دارن کار میکنن. تو شرایطی که دولت گذشته اومده دستور ده و بسیاری از این چیزایی که هنوز مشخص نشده، آقای قالیباف، آقای خامنه‌ای در اون داستانی که گفتن هنوز مشخص نشده نباید آبروی افراد بود، فقط مربوط به اون قضیه نبود، در هر مسئله شما باید این مسئله رو رعایت بکنید. این روان مردم که سرکوب شده دشمن تکلیفش مشخصه، ولی دوست چرا؟ آیا بعد بره تو مجلس در بیاد یک تریلیون تومان فقط توش فساد نبوده باشه؟ من به شما بگم یک تا 5 تریلیون تومان، البته این رقم هم بسیار زیاده، ولی خب پولمون بی ارزش شده که این عدد خیلی بزرگه. اینا رو باید مورد توجه قرار بدیم. از این 90 تریلیون تومان یک تا 5 تریلیون تومانش بیشتر فساد نبوده. بقیه بخش‌ها برجام وقتی که به هم ریخت ایالات متحده رفت بیرون، ما با یک تورم سرسام‌آوری مواجه شدیم. اینا اومدن گفتن آقا این فساد چیه؟ چرا 90 تریلیون تومان یه بخش بزرگش ارزان فروشی کرده؟ خب فولاد مبارکه هم برگشته گفته دولت به من دستور داد، برنامه بودجه من دستور داد من این کارو بکنم. چرا اون دولت دستور داد؟ گور بابای آقای روحانی. ولی اینجا باید منطقی برخورد کنیم. یه دولت فشلی بوده، تمام امیدهاشو به برجام بسته بوده و وقتی ایالات متحده رفته بوده بیرون
چون اقتصاد ما شرطی شده بوده به شدت به اقتصاد ما داشتن آسیب میده، همه چی سرسام‌آور داشته میرفته بالا. اینا دستور داشتن به خودروسازی، به بخشای دیگه کشور 200 شرکت بزرگ و متوسط ارزونتر بدن که خورده در واقع شیب بالا رفتن تورم رو بگیرن. الان هم اون کمیسیونی که این مسئله رو داشته معلوم نیست کی این اطلاعات رو درس کرده، و بعد از اینکه این مسئله به دادگاه بره مشخص بشه چه میزانش واقعا فساد بده، آیا با توجه به تجربیات گذشته ای که ما داشتیم، آیا با توجه به فشل بودن دستگاه رسانه‌ای ما، مردم این ذهنیت فساد کلان رو میذارن کنار که دشمنم روش موج سواری کرده و اون توضیحات میشنون، یا نه همین عدد درشت و انگ فساد تو ذهنشون میمونه. این بحث رو من ما رو به اینجا رسوند که یک سری اخبارهای خوب رو هم اعلام بکنیم که اون ذهنیت از ذهن مخاطبان و دوستانمون هم تلاش بکنن تو جامعه این خبرهای خوب رو هم بگن که بالانس بشه. ما تو جنگ رسانه‌ای هستیم. این فرطوری که شما گذاشتید مربوط میشه به احداث نیروگاه گازی شهید باکری سمنان ظرف 4 ماه. یک کار خیلی جهادی بزرگی داره انجام میشه توی حوزه این که دوباره ما اون طرحی داشتیم ها به انرژی الکتریکی در منطقه بشه. رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه مپنا گفت افتتاح نیروگاه شهید باکری سمنان در حدود 4 ماه یک حد نصاب جدید تو جهانه. حالا اینو به بحثمون هم برمیگرده، ما اونجا میخوایم استفاده بکنیم. مسئله بعدی که وجود داره، استاندار ایلام اعلام کرده که 4 خط کردن مسیر ایلام به مهران تا اربعین تکمیل میشه. این به اصطلاح استاندار ایلام این رو اعلام کرده بودن. اگر بعدی فرطور بعدی رو نشون میدین، رشد 125% تولید و تامین محصولات دفاعی در یک سالی که دولت اومده رو کار، دولت جدید اومده رو کار هست. وزیر دفاع گفت در یک سال گذشته تولید و تامین تجهیزات و محصولات نیروهای مسلح 125% رشد داشت و 25% بیش از برنامه مصوب سالانه بود، که این خیلی خبر خوبیه و نشون میده که کشور ما توی حوزه صنعتی شدن، چون تو جمود که حرکت نمیکنه صنعت دفاع، بالاخره بخش فولادش، بخش به مواد پتروشیمیش، اینا رو از صنایع دیگه میگیره و خود این مسئله نشون میده که نوید رشد صنعتی شدن ما رو میده و خبر بسیار خوبی هست. خبر دیگه، راه اندازی 7000 شرکت دانش بنیان در کشور هست. رئیس کمیسیون آموزشی تحقیقات و فناوری مجلس گفت با راه اندازی 7000 شرکت دانش بنیان در کشور 400,000 میلیارد تومان گردش مالی و برای 1000 نفر اشتغال زایی میشه، که اینا اشتغال های پایدار هست. فرطور بعدی رو نشون بدید، برگزاری 6 نمایشگاه ایرانی در قطر هست. سخنگوی وزارت سمت برگشته گفته که به مناسبت برگزاری جام جهانی 2022 فوتبال در قطر 5 نمایشگاه معرفی کالاهای ایران و 1 نمایشگاه فرش و صنایع دستی در دوحه پایتخت کشور قرار برگزار بشه. باز فرطور بعدی رو اگر نشون بدین، ایران جز 10 کشور برتر دنیا در ساخت محصولات دفاعی هست، که این رو معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح گفته. با ساخت 2000 محصول دفاعی جز 10 کشور نخست دنیا هستیم. این گستردگی صنعت دفاعی خودش یه چیز بی‌بدیلی هست. هر کشوری از فشنگ بگیرید تا هواپیما، چه میدونم سوخت هواپیما، چه میدونم زیردریایی، شناور، قایق‌های تندرو، انواع موشک‌ها رو این تنوع و گستردگی رو نداره. یا برخی از شرکت‌ها به صورت کنسرسیومی و چند ملیتی هستن. خبر خوب بعدی، توسعه صنعتی داروهای ضد سرطان نخبگان یک شرکت دانش بنیان با هدف درمان کم آرزه‌تر سرطان‌ها داروهای جدید تولید کردند. اگر فرطور بعدی رو نشون بدید، ارائه 99% قطعه خودرو 99 قطعه خودرو از سازندگان داخلی در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه هست. معاون صادرات امور بین المللی ایران خودرو از نمایش توانمندی‌های 21 شرکت این گروه صنعتی با ارائه 99 قطعه در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو خبر داده. میدونید که تو این چند روز نمایشگاه اتومبیلیتی یا نمایشگاه خودرو برگزار بوده در روسیه، که خبرهای بسیار خوبی داریم و یک بخشی از گفتگوی ما تو دنیای چند قطبی به همین بخش همکاری‌های صادرات فنی مهندسی، صادرات خودرو، لوازم خانگی و غیره برمی‌گرده.
افزایش ظرفیت های ترانزیت در بنادر، مدیر کل دفتر ترانزیت لوجستیک و توافقنامه‌های بین‌الملل سازمان بنادر در این نبردی گفت که ترانزیت در کشور در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با پارسال 25% افزایش داشته. راه اندازی مرکز نوآوری مأموریت جدید سفرهای ایران، سفرهای ایران مأمور شدند که 350 شرکت دانش بنیان رو برای صادرات ارزیابی و در سایت وزارت امور خارجه معرفی بشن که این تعداد به 650 تا شرکت در نهایت خواهد رسید. فرتور بعدی رو نشون بدید، بزرگترین حضور نمایشگاه ایران در مسکو رو نشون میده که سخنگوی سمت گفته بزرگترین حضور نمایشگاهی ایران در مسکو بوده. باز فرتور بعدی رو نشون بدین، بزرگترین غرفه برونمرزی کشورمون در تاریخ نمایشگاه های جهانی خودرو اتفاق افتاده توی نمایشگاه اتومبیلی، نمایشگاه صنعت خودروی مسکو موسوم به اتومبیلیتی 2022 که با حضور ایران و صد تا شرکت بین‌المللی در مسکو گشایش پیدا کرده بود و اتفاقات خیلی خوبی پیرامون این افتاده بود. یه افتخار دیگه طرح 6 ماهه‌ای که در 6 روز تکمیل شد، مدیر شرکت آبفای، مدیر عامل شرکت آبفای کشوری با اشاره به تامین حدود 820 لیتر بر ثانیه آب سالم و بهداشتی در شهر کرد. این عملیات باید در 6 ماه انجام میشد که در ظرف 6 روز انجام شد. معمولا اون بخش بدبختیشو میگن، اما خبرهای خوب و توانمندی های فنی مهندسی که در کشور ما وجود داره و میتونه تو صادرات فنی مهندسی تو این حوزه کمک بکنه رو نمیگن. فرتور بعدی رو اگر نشون بدی، کارآمدی واکسن برکت پلاس در برابر زیرسویه BA.5 اومیکرون هست. محقق بالانی در طرح پژوهشی پروژه واکسیناسیون کووا ایران برکت گفته که نتایج مطالعه در این واحد پژوهشی نشان میده واکسن برکت پلاس توان قابل توجهی در زمینه خنثی‌سازی زیرسویه BA.5 ویروس اومیکرون، سویه اومیکرون کرونا رو داره، که این یه خبر بسیار خوب بوده. وزیر سمت فرتور بعدی رو نشون بدین، گسترش همکاری‌های ایران و روسیه رو تو بخش صنعت اومده گفته، قراردادهایی بسته شده که ایشون گفته در بعد ورود به مسکو با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک ایران و روسیه در زمینه صنایع کشتی‌سازی، هوایی و خودرویی قرار گسترش پیدا بکنه. حالا تو بحث خودرویی من بیشتر بعدها باز می‌کنم. خب می‌بینید که اینا تجربه خیلی خوبی تو حوزه دریانوردی و هوانوردی دارن و ما می‌تونیم از مشاوره گرفتن تا تولید محصولات مشترک، چه تو حوزه غیر نظامی چه تو حوزه نظامی، بالاخره یه قول بلوک شرق هست روسیه توی حوزه هوافضا. فرتور بعدی رو نشون بدید، رونمایی از تجهیزات ایرانی سرچایی با فشار کاری 15000 بار هست. مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویتکو گفت برای نخستین بار در کشور شرکت های دانش بنیان فناوری تجهیزات سرچایی با تحمل فشار 15000 برابر رو تولید کردن، یا 15000 اتمسفر، یعنی بیشتر از اون شرایطی که شما کنار ساحل هستین 15000 بار فشار اتمسفر بیشتر باشه. این شیها میتونن با یه چنین فشاری در واقع گاز و نفت رو بتونن توی سرچاهای نفت و گاز با یه چنین حجم تحمل فشاری این سیالات رو، حالا چه گاز چه نفت باشه، مایع هست یا میانات گازی رو بتونن پمپاژ بکنن. اینها تو بحث صادرات فنی مهندسی که الان قراردادهایی که داریم می‌بندیم با نیجر، کشورهای آفریقایی توی منطقمون، کشورهای عضو اکو یا اوراسیا یا بالاخره توی شانگهای بریکس، همه اینا به درد ما می‌خوره. بازگشت 100 واحد تولیدی راکت به تولید در آذربایجان شرقی که معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی این رو گفته، خبر بسیار خوبیه. و فرتور بعدی اگر نشون بده، آغاز مذاکرات برای تولید خودروی مشترک بین ایران و روسیه است. قرار بود به ایران، روسیه و ترکیه این کار رو انجام بدن. من زیاد خوشم نمیاد، میدونیم ترکیه بیشتر مونتاژکاره ولی تو قطعه‌سازی خیلی خوبی رو داره. شاید هم حالا اونایی که بالادستی این صنعت ها رو مینویسن به این خاطر باشه که ماجراجویی ترکیه وقتی اقتصادش با منطقه بیشتر آمیخته بشه کمتر بشه. هرچند من زیاد خوشبین نیستم، میبینید که از بازار کشور همسایه استفاده میکنه، آب و بروشون میبنده. اما توی حوزه همکاریمون با ترک، با روسیه این کار خیلی خوبه. روسا تو حوزه پیشران‌های دیزل، کامیون سازی، توی خودروهایی که پیشران دیزلی داشته باشن، چه نظامی چه غیر نظامی، خودروهای سنگین، بسیار تجربه بالایی دارن. تو حوزه طراحی خودرو خوب ضعیفن، تجربیات ما میتونه
با اونها در واقع شریک بشیم، کارهای بزرگی انجام بدیم. در پایان این خبرها حالا باز بیشتر بهش میپردازیم که این تجربه خوب میتونه با چین، من خیلی بیشتر موافق شراکت چین، ایران و روسیه هستم تو این حوزه و تو حوزه های دیگه این بست و گسترش پیدا کنه. مشارکت روسا در ساخت راه آهن رشت آستارا، مذاکره برای مشارکت روسا در ساخت راه آهن رشت آستارا که میدونیم که کوریدور شمال جنوب تو اون قطعه هنوز کامل نشده راه آهنش و تمام، یعنی سود بیشتر به جیب جمهوری جعلی باکو میره و اگر این آماده بشه بخش ریلی این منطقه میتونه سود بسیار زیادی رو تو حوزه ترانزیت آید کشور ما بکنه. من نمیدونم به چه دلیلی یه تیکه خیلی کوچیک آدم یاد بحث شلمچه بصره میندازه، 11 کیلومتر 20 کیلومتر آهنه، این همه سال معطل مونده بود و در صورتی که میدونیم یکی از شیرین ترین درآمده برای هر دولتی درآمد ترانزیت هست و خب این دولت اومده اون رو داره به اتمام میرسونه. تحصیل بومی سازی فناوری های قطع سازی با تفاهم دانشگاه شریف و سابکو بوده، اتفاقات خوبی داره تو صنعت خودرو ما میفته با توجه به اون فشارهایی که همیشه روی صنعت خودرو بوده و صنعت خودرو ما هم یه نگاهی همیشه فقط به زن و دررویی داشته و سود خودش رو میدیده، الان جامعه فشار آورده و اینا مجبور شدن به خاطر این فشارها بیان سمت دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، مسائل پژوهش و گسترش یا آرندی، و اتفاقات خوبی داره توی حوزه صنعت خودرو میفته که خودروهای بروز چه در واقع چهره، چه در امکانات ایمنی و رفاهی و چه در مصرف بهینه بنزین و در نهایت در عین کیفیت قیمت مناسب. خبر خوب بعدی که فرتونش رو دوستانم بذارید، آقای اوجی هستم وزیر نفت که صحبت جالبی میکنن، همکاری ایران و روسیه در توسعه 7 میدان نفتی گازی رو ایشون اومدن اعلام کردن. میگه قراردادهای ایران و روسیه برای توسعه 7 میدان نفتی گازی به پیشرفت بین 10-30% رسیده و درباره توسعه 14 میدان دیگر نیز مذاکرات ادامه دارد. خب ما تو این سالها تجربیات خیلی خوبی داشتیم چون تحریم بودیم، روس‌ها هم الان دچار اون تحریم‌ها شدن، اما خودشون هم دستشون خالی نیست. اینجوری نیست که تمام فناوری رو وارد میکردن. شرکت بزرگ گازپروم رو در اونجا داریم در کنار شرکت‌های دیگه مثل پتروپارس در ایران. اینها میتونن تجربیات همدیگر در اختیار هم بذارن، کارهای مشارکتی خوبی بکنن و این خدمات فنی مهندسی رو هم در منطقه از لبنانی که به سفره‌های گاز رسیده، ترکیه و کشورهای عربی مثل که تحریم هستن مثل عراق و اینها، تا آفریقا، آمریکای لاتین میتونیم کنسرسیوم ها تشکیل بدیم و با همدیگه اون بازارها رو بتونیم قدرت رقابتمون رو بالا ببریم و اینها نوید همون بحث دنیای چند قطبی رو میده. اتفاق دیگه ای که افتاده فرتونش رو بذارید، امضای 12 تفاهم نامه همکاری بین شرکت های ایرانی و روسیه هستش. در مراسمی با حضور سفیر ایران در روسیه 12 تفاهم نامه همکاری بین شرکت های خودروساز و قطعه‌ساز ایرانی و روسی به مبلغ 700 میلیون یورو امضا شده. فرتون بعدی رو اگر بذارید، رشد 13% واحد های بهره برداری شده در دولت 13 سخنگوی وزارت سمت این رو اعلام کرده. فرتون بعدی رو وزیر در واقع نیرو هستن آقای مهرابیان که گفتن که برنامه دارن برای افزایش 35000 مگاواتی توان تولید برق در کشور با یه حرکت جهادی و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات حوزه برق. از زمان شروع دولت 13 تقریبا در بخش خانگی خاموشی نداشت. یه بخشی از این 35000 مگاوات اینی که صنایع بزرگ مثل پتروشیمیا، مثل صنایع فولادی، صنایع فلزات، اینها برای خودشون نیروگاه بزنن که تو پیک بار مصرف صنایع متوسط کوچیک و مصرف خانگی رو مزاحمش نشن، تو شرایطی که پیک بار مصرف نیست به کشورهای منطقه با فوب پایه قیمت در واقع منطقی بتونن این برق رو صادر بکنن که اتفاق خیلی خوبی هست. فرتون بعدی رو اگر نشون بدید، تولید خودروهای جدید تا پایان سال هست. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت تا پایان سال چند محصول جدید در صنعت خودروسازی و اواسط سال آینده هم خودروهای اقتصادی وارد بازار میشن که خیلی اتفاق خوبی هست. شرکت های خودروسازی ما باید رفته رفته رو پای خودشون وایسن، کاملا خصوصی بشن. اینجوری نباشه که دولت حکم میکنه بگن ما خصوصی هستیم
موقع بودجه گرفتن بگن ما دولتی هستیم، یا بالعکسش موقعی که سودآور میشن بخوام به خزانه پول بدم بگم ما بخش خصوصی هستیم، تو شرایط مقروضی بیان از بیت المال و خزانه بهره برداری، بعد کاملا اینا واگذار بشن برنامه از دولت و اینا خطر رو احساس کردن و دارن میرن سمت این که واقعا رو پای خودشون باشن. و البته از اون برم دولت و مجلس دیگه نباید نامه بدن بگن آقا اینقدر آشنا و فامیل و پرسنل و چه میدونم دانشجوی فارغ التحصیل بگیرین استخدام بکنید، میزان در واقع اضافه استخدام دارن، این باعث زیاندهی این شرکت ها میشه. فاکتور بعدی اگر نشون بده، اتفاق خیلی میمونی تو صنعت خودرو افتاده، افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو هستش که با همزمان با هفته دولت نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودروسازی کشور با حضور وزیر صمت افتتاح شده بود تو محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران هستش، یک محلی هستش که در واقع حلقه وصل بخش شرکت‌های دانش بنیان و بخش دانشگاه با صنعت هست، اتفاقی که همیشه توی یه سری مناسبت‌ها حداقل از دهه 80 به این سو صنعت خودروسازی لافش رو می‌زد ولی عملاً اتفاقی نمی‌افتاد و اینجا داره این اتفاق خوب می‌افته. فرتور بعدی رو نشون بدید، نخستین سامانه پرتوبدهی قابل حمل محصولات کشاورزی در بناب آذربایجان در واقع رونمایی شد و این جلوگیری میکنه از 30% تلفات در واقع محصولات باغی و زراعی. میدونید که 30% از این محصولات از بین میره ولی با پرتوبدهی میتونه در واقع جلوی این خسارت کشاورزی باغداری رو جلوش رو بگیریم. فرتور بعدی رو نشون بدین. بله، یک کامیونیتی اتفاق خیلی خوبی که افتاده، بازم میگم بزرگترین کامیون ساز دنیا کاماز روسیه است ولی توی حوزه کامیونیت اینا ضعف دارن. رونمایی از کامیونیت آترین پلاس ایران خودرو دیزل بوده که به موتور 3760 سی سی 4 سیلند توربوشاش و اینترکولر ساخت شرکت معتبر کامینز مجهز هستش که امیدوارم این پیشرانش رو هم بومی بکنن. تولید 154 اسب بخار قدرت داره و قراره که استاندارد EEV5 رو یورو رو هم استاندارد آلایندگیش رو هم پاس بکنه و قراره که در حجم گسترده وارد بازار روسیه و اوراسیا بشه، کشورهایی که عضو اوراسیا هستن، اتفاق خیلی خوبی هست. بعدی رو اگر نشون بدین، بله، استقبال بسیار زیاد روزها از خودروی تارا هست، یکی از جدیدترین محصولات ایران خودرو هستش که استانداردهای سطح بالایی رو در واقع پاس کرده و توی بحث صادرات بسیار تفاهم‌نامه‌های خوبی رو توی این حوزه با صنعت خودروسازی ما اتفاق افتاده. تو نمایشگاه اتومبیلیتی 2022 مسکو بسیار مورد توجه در واقع مراجعان و بازدیدکنندگان روسی قرار گرفته. بعدی رو من خواهش میکنم که نشون بدین، فرتور بعدی رو. بله، ایشون سفیر نیکاراگوئه هستن که از طراحی ریرا تمجید کردن و گفتن که تحریم مانع توسعه صنعت خودرو ایران نشده. ایشون برگشتن گفتن که محصولات زیبا و با کیفیت خوبی رو داریم از شرکت‌های ایرانی می‌بینیم و در بازدیدشون گفتن که اتفاقات اقدامات شگفت‌انگیزی در خودروسازی ایران صورت گرفته و خودروی ریرا یکی از اونهاست و ایشون هم برگشتن گفتن که ما خیلی دوست داریم صنعت خودرو نداریم در نیکاراگوئه، دوست داریم که ایران و به ویژه شرکت ایران خودرو به ما کمک بکنه تو این حوزه. استقبال کردن از صادرات این محصول به کشورشون و اینکه ایران خودرو توانمندی این رو داره که خودروهای هیبریدی یعنی برقی سوخت فسیلی رو تولید بکنه. بعدی رو اگر نشون بدین من در موردش صحبت بکنم. اتفاق خوب دیگه ای که بوده این بوده که خب میبینید
وقتی خودروسازی فرانسه من جمله پژو، سیتروئن و رنو وقتی که مورد هجوم خودروسازی هایی که موجش هم از ایالات متحده و خودروسازی های اونها به وجود اومد شروع کردن تمام سهام خودروسازی های اروپایی و شرق دور رو خریدن، اینها اومدن با همدیگه همکار شدن و بازارهای سنتی که در اروپا داشتن، اروپای شرقی، شمال آفریقا، آمریکای لاتین و اوراسیا و خاورمیانه هم کشورهایی مثل عراق و ایران، اینا برای اینکه این بازارها رو از دست دادن با اون همه پشتوانه تاریخی و تجربه که داشتن دست به یه کاری زدن که با همدیگه پلتفرم مشترک طراحی بکنن برای این بازارها که در واقع اتاقها و چهره خودروها گوناگون باشه، ولی توی پیشران و در واقع شاسی و اینها تقریبا اینها از محصولات و قطعات مشترک استفاده بشه با تیراژ بالا که بتونن به صرفه باشه، تو قیمت مناسب باشه، خدمات پسفروش معقولی داشته باشه تا این بازارها رو از دست ندن. خب یه اتفاقی که در کشور ما نیفتاده، پارس خودرو یه خودرو میزنه، سایپا یه خودرو میزنه، ایران خودرو یه خودرو میزنه. اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که این محصول رو هم نشون دادن در واقع محصول مشترکی هستش که ایران خودرو و سایپا میخوان تولید بکنن با استاندارد خوب، قیمت مناسب، در تیراژ زیاد که هم بازار کشور ما رو هم کشورهای منطقه رو بتونن توی این جنگ ارزی بتونن به دست بیارن، که اتفاق خیلی خوبی است. میبینید که از طراحی مدرن و به روزی هم برخورداره. فرتور بعدی رو نشون بدین. اینجا اتفاق خیلی خوب دیگه‌ای که افتاده امضای تفاهم‌نامه ایران خودرو با شرکت روسی واسه صادرات خودروی سواری به روسیه هست. تفاهم‌نامه‌ای که به امضای معاون صادرات امور بین‌الملل ایران خودرو با شرکت روسی کلوچ آپتو رسیده، بعد از گذشت یک دهه توقف صادرات خودرو به روسیه، محصولات سواری شرکت ایران خودرو وارد بازار سوریه و روسیه قرار بشن. بر اساس تفاهم‌نامه به امضا رسیده، شرکت کلاچ آفتو به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو با سابقه در زمینه فروش ارائه خدمات پسفروش خودرو، ضمن استقبال از حضور محصولات مختلف ایران خودرو تو بازار روسیه، تمامی توان خود را برای تحقق اهداف صادراتی ایران خودرو به کار خواهد بست تا به زودی شاید عرضه پررنگ محصولات سواری ایران خودرو در کشور روسیه باشیم. در این تفاهم‌نامه طرفین ضمن تعیین چارچوب همکاری و تعیین اهداف صادراتی بیش از 20,000 دستگاه برای سال اول تا رسیدن به سهم بازار 5% از بازار روسیه طی سالهای آتی و گام‌های بعدی خبر دادن. خب می‌بینید که روسیه توی تحریم بهترین فرصت هستش که ما بسنیم در بازار اینها، چه حوزه‌های صنعتی، چه حوزه‌های کشاورزی، چه خدمات صادرات خدمات فنی مهندسی، بتونیم بازار مناسب خودمون و توان صنعتی و اقتصاد کشورمون رو به دست بیاریم. فرتور بعدی رو نشون بدین. خب فرتور بخش نخست به پایان رسیده. خب حالا ما میخوایم وارد خود برنامه بشیم. ببینید در این که دنیا داره چند قطبی میشه هیچ شکی نیست. امروز همه این رو فهمیدن. روزی ما رو مسخره میکردن، ولی امروز در واقع نمیگیم آمریکا حالا داغون شده و نابود شده، به فروپاشی شاید برسه شاید هم نرسه، ولی چیزی که قطع یقین هست اینه که دیگه ایالات متحده که جزء دنیای دو قطبی یا پس از فروپاشی شوروی تک قطبی باشه نیست. امروز هم اقتصاد روسیه، اقتصاد ایالات متحده اقتصاد بسیار بزرگیه، ولی این اقتصادی که به زور به 20% دنیا میرسه کجا؟ و اون اقتصادی که پس از جنگ جهانی دوم 50% اقتصاد دنیا رو به تنهایی به خودش اقتصاد میداد کجا؟ هنوز هم رقم بزرگیه، ولی نسبت به خودش بسیار عقب رفته و رفته رفته یکی از قطبا میتونه باشه، دیگه قطب مطلق نمیتونه باشه. توی یه چنین شرایطی ما در کنار این که با کشورهای همسایه خودمون میخوایم مراوده بکنیم، ما تجربه گرانسنگی رو در دوره تحریم به دست آوردیم در حوزه ساخت خدمات فنی مهندسی، چه حوزه نفت، گاز، انرژی، چه حوزه انرژی برق، چه حوزه عمران، سدسازی، حالا میگم نیروگاه‌سازی، جاده‌سازی، تمام این حوزه ایران توانمندی‌های غیر قابل انکاری رو داره. الان هم میبینید که از حسن نصرالله میگه اگر شرکت های دیگه نمیان برای ما این کار رو نمی کنن به خاطر اینکه از اسرائیل میترسن، ایرانی ها هم توانمندیش رو دارن هم نمی ترسن.
یه اتفاق دیگه ای که داره میفته توی آفریقا، این چند روز خبرهای خوبی رو ما داریم میشنویم، توی نیجر دارن میرن قراردادهایی رو تو حوزه صنعت نفت دارن میبندن، تو حوزه خودروسازی. خب میبینید که در کشور ما ایران خودروسازی با در همکاری با وزارت نفت گاسوس کرده. ما یه مسئله ای که اینجا وجود داره، تجربه تلخ گذشته رو باید آسیب شناسی بکنیم. داره احمدی نژاد مثلا کارهای خیلی بزرگی، تفاهم‌های خیلی بزرگی بسته میشد. یه ضعف چی بود آسیب شناسی؟ اینکه مدیران دولتی میومدن بعد میرفتن، یعنی فقط انگار واسه عکس گرفتن و اینا. اینا بعد پیگیر بشه. شرکت‌های دیگه‌ای هم که میومدن مال بخش خصوصی یا خصولتی بودن، مثلا مثل خودروسازی ما یا تراکتورسازی ما، میبینید تراکتورسازی الان مشکل داره. تراکتور تو کشور ما بعد تو صف باشید تا تعاونی‌های وزارت جهاد کشاورزی به شما بده، ولی خب تیراژ اگه ببرن بالا، یا خط تولیدی هایی که توی آفریقا، توی منطقه، توی کشور دیگه هستش، اگر اینا تولید بشه، بسیار تشنه محصولات ما هستن. ظرفیت این شرکت 50,000 دستگاه هست در انواع مدل ها، ولی شما میبینید که زیر تیراژ تولید میشه، از اون ور ترکیه و عراق میان آرم خودشونو میزنن تو بازارهای دنیا میفروشن. این مسائل. یا مثلا تو سنگال رفته بودیم خودروسازی به وجود آورده بودیم، بدون اینکه ببینیم اینا توی حوزه زیرساخت نیرو مشکل دارن. وقتی که خط رنگ رو رفتیم بزنیم، راه اندازی بکنیم، برق نصف شهر رفت. ما باید اینا رو ببینیم. اگر قراردادای امروز داریم میبندیم، این مسائل مورد توجه باشه، وگرنه خب همه مستند سرگا تو بخش آفریقاش رو دیدیم چقدر راضی بودن از خودروهای ایرانی تو حوزه کیفیت، تو حوزه مناسب بودن قیمت و رقابتی که میتونه با بقیه بکنه، چون اونا بنزین سوزن، بنزین خیلی اون تو کشورهای آفریقای گرونه، یا بعد دیزلی باشن که به صرفه باشه. خب ایران یه مسیر سومی رو آورد وقتی دید خودروهاش دارن دچار مشکل هم. بسیار از این آفریقایی ها میخرن خودروها رو، میارن پس میدن، نمیتونن قسطش بدن. ایران اومد چیکار که مخازن در واقع گاز مایه رو نصب کرد و دوباره این خودروها فروش رفت. ما اگر طرحهایی رو داریم میذاریم، باید این تجربیات تلخ گذشته به یاد باشه. یک، قرارداد نباید نیواسه یادگاری. دو، توانمندی ها و زیرساخت های اون کشور هدف رو ببینیم، بازار هدف رو بشناسیم. اینا بسیاری تو اتحادیه افریقا با همدیگه در واقع قراردادهای گمرکی صفر دارن. اگر شما توی مصر یه خط تولید بندازید، نصف آفریقا رو میتونید با تعرفه صفر، تعرفه گمرکی صفر صادرات داشته باشید. این مسائل باید مورد توجه باشه. مسئله بعدی تو حوزه نفت، گاز، نیروگاه، به ویژه نیروگاه، تو خدمات فنی مهندسی، تو سدسازی، اینا ما باید وارد بشیم. زیر ساختای آب اینا رو ما بسازیم، آب و فاضلاب، زیر ساختای نیروگاهی اینا رو بسازیم، چون تو این حوزه توانمندیم. تو حوزه نفت و اینا با قیمت بسیار رقابتی حتی نسبت به چینی ها ما توانمندیم. پس از این ما میتونیم چیکار کنیم؟ صادرات محصولات صنعتی اون رو داشته باشیم. ما الان توی حوزه لوازم خانگی به بلوغ بسیار خوبی رسیدیم، ولی توی آفریقایی که تشنه لوازم خانگی، بازارا نمیگیره. چرا؟ چون اینا تو حوزه تولید انرژی الکتریکی یا نیروگاه‌های برق بسیار ضعیفن. ما اگر بریم نیروگاه‌های برق این کشورها رو بگیریم بسازیم، درسی که من حداقل از مستند سرای تو حوزه آفریقا گرفتم این بود، اگر ما بتونیم این زیرساخت‌ها رو آماده بکنیم، تو موج‌های بعدی ما میتونیم لوازم خانگی رو به اینا، لوازم خانگی که غالبا الکتریکی هستن، همش که ظروف آشپزخانه که نیست، هود هست، عرضم به حضور شما که قهوه ساز هست، چای ساز هست، بگیرید تا ماشین لباسشویی و ظرفشویی و تلویزیون. تو این حوزه ها ما الان فراتر از نیاز بازار داخل داره تولیدمون میره. خب این یه بخشی که خیلی میتونه تو حوزه آفریقا، تو حوزه آفریقای لاتین، ما اگه داریم این قراردادهای زیرسازی و خدمات فنی مهندسی رو ببندیم توی دنیای چند قطبی، اینجا میتونه به درد ما بخوره. و رفته رفته ژاپن هم از ابتدا از بازار خودش، سپس بازار کشورهای منطقه غرب آسیا و اروپای شرقی آغاز کرد، بعد رفتش وارد بازار آمریکا و اروپای غربی شد. این یه فرصت بسیار گسترده پیش روی ماست که میتونه در اختیار ما قرار داده بشه. همونجور توی همکاری با کشورهای مثل روسیه و چین،
ما الان قراردادهایی که داریم تو حوزه خودرو، تولید مشترک خودرو میبندیم، چرا این رو نیاییم توی حوزه تولید مثلا بخش دفاعی، خودروهای زرهی، تانک، اینا رو به صورت مشترک تولید بکنیم در حجم گسترده؟ میدونیم که چین، روسیه، به ویژه روسیه تجربه‌های بسیار خوب و زی قیمتی توی این حوزه دارن. این متوقف به همین بحث ها نشه، تو حوزه هوانوردی ما وارد این حوزه بشیم، محصول مشترک بگیریم، با همدیگه تولید بکنیم. الان خب من شنیدم که روسیه توی حوزه سوخو 57 دیگه، چون هندی ها اومده بودن چیز بکنن وارد این پروژه بشن، پشیمون شدن. الان دیگه این پنجره بسته شده و خودشون این پروژه رو پیش بردن. اما سوخو 75 چکمیت، خب سوخو 57 نام پروژهش پکفا بود، این چکمیته. توی چکمیت الان اومدن گفتن میتونن طرفای دیگه بیان سرمایه گذاری بکنن و تولید مشترک داشته باشیم. توی این حوزه ما میتونیم وارد بشیم. بحث من اینه این به عنوان یک الگو و شروع، نقطه شروع دیده بشه، متوقف به خودرو نمونیم. اینم باز یه بحث دیگه توی دنیای چند قطبیه و این تجربیات رو ما میتونیم در سرتاسر سر در واقع منطقمون، آفریقا، آمریکای لاتین، سرتاسر دنیا، جنوب آسیا، شبه قاره، چرا که نه، تو این مسائل نه فقط هم توی بحث حمل و نقل، چه کشتیرانی، چه هوانوردی، چه خودروسازی، تو حوزه داروسازی، تو حوزه تجهیزات در واقع بیمارستانی و و و تو همه این حوزه ها ایران امروز ظرفیت داره و ما جز اینکه خودمون رو باور نداشته باشیم، من ایران رو یک کشور صنعتی میدونم، میتونیم به عنوان یک شریک مطمئن توی این حوزه ها باشیم. چون میدونید که مثلا شما بخواید برید با یک کشوری که ظرفیت دانشگاهی نداره، ظرفیت افراد دانش آموخته نداره، کشور صنعتی نیست، با اون بخواید شراکت همکاری بکنید کجا؟ تا اینکه بخواید با یک ایرانی همکاری بکنید که هم بالاخره صنعتی هست، تجهیزات در واقع تأسیسات و صنایع مادر رو داره، مثل پتروشیمی، مثل فولاد، اینجور صنایع، و از اون طرف خودش هم تو این حوزه تجربیات بسیار زیقیمتی به دست آورده، به ویژه دوره تحریم. ما یک کشور بسیار مطمئن تری هستیم برای چین و روسیه، و از اون طرف هم کارگر ارزون، انرژی ارزون، زیرساخت های آماده رو داریم که حتی ترکیه، هند، چین اینها ندارن. شما دور افتاده ترین روستاهای ما رو برید، جاده داره، برق داره، گازم داره. تازه کشور ما دو تا زیرساخت انرژی رو اومده گسترش داده، گاز و برق. هیچ جای دنیا اینو نمی‌بینید، یا گاز یا برق. معمولا دنیا بیشتر برقه، حالا برای صنایع کلانش گاز رو گسترش میده که یا قشرهای بسیار مرفه برای مصرف خانگی، بیشتر مصرف صنعتی اونم نیروگاهیه گاز رو گسترش میده. هیچ جا شما چنین زیرساخت آماده ای رو نمیبینید. این چیزیه که ما میتونیم تو دنیای چند قطبی با توجه به استقلال سیاسی که داریم، با همون نگاه نه شرقی نه غربی، با طرفا صحبت بکنیم. مطمئن باشید یه سرما بخوره تو گوش فرانسوی ها، آلمانی ها، حالا بریتانیا، که نه صنعتش دیگه صنعت از چیزی واسه عرضه داره، نه ما علاقه ای داریم، ولی خب یه سرما بره تو گوش آلمانی ها و ایتالیایی ها و فرانسوی ها، خودشون تشنه همکاری خواهد شد. اگر بخوام مثل چین و روسیه با ما برابر باشن، چرا که نه، ما نه شرقی و نه غربی هستیم، ایالات متحده هم. ما تنها کشوری که باش محدودیت داریم رژیم نامشروعی صهیونیستیه. ما با بقیه دنیا میتونیم کار بکنیم. کد بناز امر، پاسخ شما درباره این پرسش که خب اینها چه سودی برای مردم ایران داره؟ خب چون ما میبینیم هر اتفاقی که میفته میگن آقا هر چیزی که میره از جیب ملت ایران میره، ولی این کارهایی که انجام میشه، قرارداد با روسیه، قرارداد در آفریقا فلان، و اما چه سودی به حال مردم داره؟ این یک شبهه ایست که خیلی ها میندازن وسط ولی به این نگاه نمیکنن. خب چه کسانی دارن این کارها رو انجام میدن؟ آیا همه دولتی هستند یا همه حکومتی هستند؟ چه قشری دارن این کارها رو انجام میدن؟ از این قراردادهایی که ما شما نام بردید، مثلا امضای تفاهمنامه ایران خودرو با شرکت روسی، یا مثلا در مسئله شرکت‌های دانش‌بنیان، مثلا کامیونیتی که درست کرده در ایران خودرو دیزل، یا مثلا نیکاراگوئه، یا هر چیز دیگری که داره تولید میشه، یا مثلا همین
افزایش 35,000 مگاواتی توان تولید برق در ایران چه سودی به حال مردم ایران داره؟ من توضیح میدم. من همیشه این پرسشا به میرسه، یادم اولین بار اینو توی اون اوایل همکاریمون با جناب دانا من مطرح کرده بودم، همیشه یاده اون پرسشی که اون یهودی که اومده بود تو کلاسی که فون بران پدر دانش موشکی آلمان نازی که فرار کرده بود به آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، یه یهودی اومده بود، یهودی صهیونیست اومده بود در کلاسش و اومده بود سر صدا کرده بود که تو فاشیستی، تو با هیتلر همکاری کردی، تو قاتلی، اینور اونور پول مالیات دنده رو داری حروم می‌کنی. گفت باشه از هر چیزی تو میگی من هستم، ولی من این سرمایه ها رو که نمیبرم تو ماه که نمیذارم، که میگم سفر به ماه، سرمایه همه توی آمریکا، شهروندان و مالیات دنده‌های آمریکایی قرار برن سر کار. الان این پرسش هم در مورد خود ما هم صادقه. ببینید هر خودرویی که تولید میشه به طور مستقیم دو اشتغال ایجاد میکنه و به طور غیر مستقیم 11 نفر الی 13 نفر مشغول به کار میشن. از اون راننده‌ای که کامیون هستش خودروها رو میگیره میبره، تا اون راننده کامیونی که قطعات میاره، تا اشتغالی که در قطعه سازی ها به وجود میاد، تا اشتغالی که در فولاد پتروشیمی به عنوان تولید کننده مواد خام این قطعه سازی به وجود میاد. ما باید اینها رو ببینیم. یا مثلا تو حوزه همکاری که اینا با بخش دانش بنیان دارن، دانش بنیانی ها که ارتشی و سپاهی و بسیجی که نیستن، که مردم عادی هن دیگه، برادر شماست، برادر من فارغ التحصیل بیکار میره توی شرکت دانش بنیان، میگه آقای خودروساز من برای تو این مشکل تو حل میکنم و قطعه تولید میکنه، کارش میگیره، از کارگاهی تبدیل به کارگاهی زیر پله‌ای، تبدیل به کارگاه بزرگتر، بعد سوله بزرگتر و بعد کارخونه میشه خودش. شما شرکت های بزرگی که لاکید مارتین، روز اول لاکید مارتین نبود که، توی گاراژ هواپیما میساخت. این خوبی شرکت های دانش بنیان اینه، رشد میکنن چون خودشون توسعه دهنده فناوری هستن. یا تو بحث این که آقا این 35,000 مگاوات چه فرقی واسه ما داره، 50 تریلیون تومان بدهی داره وزارت نیرو. خب بیاد دو روش داره، یا برق رو گرون بکنه فوق خلیج فارس که بخواد به اصطلاح بدهیشو بده، چیزی بود که وزیر آقای وزیر نیرو آقای روحانی میگفت دیگه، میگفت ما برای این اصلا پول نداریم، 50 تریلیون تومان بدهکاریم بخاطر این نیروگاه جدید نزدیم. خب یا شما میتونید 35,000 مگاوات نیروگاه بسازید، در کنار این ساخت نیروگاه هم یک حرکت عظیمی از اشتغال ایجاد میشه، چون ربات که نمیاد بالاخره آجر بندازه بالا دیگه، بالاخره کارگر باید بیاد، بنا باید بیاد، معمار میاد، مهندس معماری میاد، فولاد باید سیلوها رو بده، این فلزات و فولاد و میله‌گرد و اینجور چیزها رو بده، کارخونه سیمان با ظرفیت نهایی باید سیمان تولیدی نیروگاه رو بده، تا اون قطعاتی که برای در واقع تولید الکتریسیته به کار میرن. حالا این 35,000 مگاوات تولید برق باعث میشه ما هاو منطقه‌ای تولید و صادرات برق بشیم، برق رو به خارجی که دیگه به این ارزونی که به ایرانی میدیم که نمیدیم، که به اون گرون میفروشیم که بدهی های وزارت نیرو هم صاف بشه، تا برق برای ایران و صنعت ایران و مصرف کننده خانگی ایران، مصرف کننده بخش کشاورزی گلخانه ایران بالا نره، تا غذا گرونتر تولید نشه، تا کالا گرونتر تولید نشه. یعنی این عدم تورم هم باز به جیب خودمون برمیگرده. ما برق الان خیلی گرون تولید میکنیم، ارزون داریم میدیم به مردم، خب این باعث میشه که وزارت نیروی ما داره ورشکسته میشه. اگر ما ها به منطقه این میشدیم در اون 8 سالی که نگاهمون به برجام فقط بود، برق گرون به کشورهای همسایه میدادیم، وزارت نیرومون هم از بدهکاری و ورشکستگی در میومد، اما برق ارزون به مصرف دهنده، البته این مثلا باید مشخص بشه، به دارندگان، به ثروتمندان باید، حالا اونم باز باید دهکبندی بشه، اونی که خیلی ثروتمنده باید به فوق خلیج فارس بده، اونی که یه خورده ثروتمنده خب یه خورده ارزونتر باید بده، مثلا در کنار مثلا عراق قیمتش راحت‌تر میشه اینو به اصطلاح اون کم مصرف و پر مصرف رو، یعنی یکی به اندازه مصرف عادی داره، تا این اندازه مصرف شما عادیه، این قیمت بیشتر از اون مصرف میکنید، باید هزینه بیشترشو بدید، سوبسیدی به شما بیشتر تعلق نمیگیره و اون یارانه‌ای که برمیگرده به خزانه.
مردم عادی برق یارانه‌ای رو استفاده بکنن، اون کسی که در خانهش بیمار داره، اون کسی که بیماری صعب العلاج داره، اون کسی که زیر خط فقر اصلا قبض برق نده، تحریک خوب داره اجرا میشه. من خودم چون آشناهامون یکی بیمار هستش و مشکل قطع نخایی داره، خب یک منزلش معاف از پرداخت برق قرار بود، حالا بس گازم بشه نیدم من اینو، اینو دیگه حالا من خودم میتونم تایید بکنم. خب اونها مثلا اصلا پرداخت نکنن، ولی اونی که ثروتمنده یا برق صادراتی برای پروژه های بعدی، نیروگاه های هسته‌ای، نیروگاه های خورشیدی، بادی، اینها، این با قیمت جهانی در واقع فروش بدیم برق تولیدی و صرف همین وزارت خونه و زیرساخت ها و توسعه و توانمندی ها بشه. بسیار بسیار. بخش نخست رو به پایان میبریم.